راز پنهان و ناگفته شده. این عکس داستانی زیبایی دارد. شجاعت و فداکاری احمد مسعود و فرار سران حکومت پیشین. در ادامه با ما همراه باشید. این عکس را با دقت تماشا کنید. یک جوانی که برای آخرین بار می‌خواست احمد مسعود را از نزدیک ببیند. جوانی که می‌دانست حتی پنجشیر نیز یک زمانی سقوط خواهد کرد. جوانی که می‌دانست احمد مسعود نمادی از مقاومت است و امید میلیون‌ها افغان در سرزمین به نام افغانستان است. حکایت این عکس این گونه است که عکس دقیق زمانی بود که کابل سقوط کرده بود و پنجشیر هنوز به دست نیروهای جبهه مقاومت بود. من به دیدارش رفتم تا آمیر صاحب را یک بار ببینم که شاید اوضای پنجشیر نیز خراب شود و نشود که دیگر احمد مسعود را از نزدیک ببینم. وقتی به خانهش رسیدم لحظه منتظر ماندم تا یکی از دوستایش آمد و گفت که آمیر صاحب امشب تا صبح بیدار بوده، سر مقبره آمیر صاحب شهید احمد شو مسعود رفته و کم خواب است. یک از کارمندان دفترش آمد و گفت که هر وقت آمیر صاحب بیدار شد تو را خبر میکنم، شما همینجا منتظر باشید. من هم منتظر احمد مسعود بودم، نخواستم که مزاحم خوابش شوم چون میدانستم که شب را تا صبح سر مقبره پدرش بوده و نخوابیده است. میدانستم که از وضعیت کنونی خوشحال نیست، میدانستم که کمی ناامید شده. من هم منتظر ماندم تا اینکه احمد مسعود بیدار شد. نزدش رفتم و گفتم که ببخشید مزاحم خواب شما شدم. احمد مسعود من را در بغل گرفت و بعد در کنار هم نشستیم. خب یگان صحبت‌های بیادرانه برایم کرد که هر نقطه‌ای از سخنانش برایم میلیون‌ها ارزش دارد. بعد از نصیحت‌ها و گفت و شنیدها از آمیر صاحب اجازه گرفتم که اگر اجازه باشد یک عکس یادگاری با شما بگیرم. من عکس گرفتم، همراهش خداحافظی کردم. در ابتدا متوجه نشدم چون غرق صحبتها و نصیحتهایش بودم، اما بعدن وقتی عکس را دیدم متوجه شدم که چهره خسته و دردهای وطنش را به جان خریده است. چهره خسته‌ای که به وسعت یک سرزمین ایستاده اما نخوابیده است و هرگز تسلیم نخواهد شد. همین چهره خسته‌ای که میخواست وانمود کند که من خوب هستم، ولی من وقتی این عکس را با دقت تماشا کردم فهمیدم که خیلی خسته شده است، اما باز هم از مبارزه خسته نمی شود. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، قهرمان ملی و امید میلیون ها هموطن ماست.